به نام خداوند بخشاینده مهربان، محصلین عزیز و گرامی، باز هم شما را خیر مقدم میگیم به ادامه سلسله دروس مضمون محاسبه مالی دو. ما همونطور که در جریان هستین، ما و شما در قسمت 58مین قسمت ویدیو روی اشکال ترتیب حساب مفاد و ضرر حرف میزنیم، یعنی اشکال ترتیب حساب مفاد و ضرر. اشکال یعنی انواع. ما به چند قسم یا به چند شکل یا به چند نوع ما میتونیم مفاد و ضرر را ترتیب بدیم، چون دومین قسمت بعد از بلانس شیت ما شما روی حساب مفاد و ضرر تمرکز کردیم، چون این دومین راپور مالی هست یا فاینانشال استیتمنت است که بسیار مهم است و برای متصدیان امور در داخل شرکت و یا هم کسایی که ذینفعانی که در خارج شرکت قرار داره و میخواهد در به نحوی در شرکت در حقیقت تاثیر بگذاره و یا تاثیر بپذیره، مثل سرمایه‌دارا، سرمایه‌گذارا، کسایی که مشاورین مثلا شرکت هست و یا در حقیقت مشاورین امور اقتصادی، تحلیلگرا و اینا. خب به هر حال ترتیب شکل یا نوع ترتیب حساب مفاد و ضرر به صورت کل در محاسبه به دو شکل ترتیب می‌شود. یکی به شکل حسابات شکل حسابی هست. شکل حسابی یا مو حساب تی برایش ما میگیم، تی اکاونت، و دوم شکل راپوردهی است. راپوردهی که راپورد داده میشه، خب به این شکل میشه به دو شکل در حقیقت حساب مفاد ضرر ترتیب کرد و در اختیار استفاده کنندگان قرار داد. خب شکل حسابی یا شکل تی اکاونت شکلی هست که محاسبین یا حسابدارا یا اکاونتنت برای آسانی کار برای استفاده داخل شرکت کار میگیره، به خاطر از اینکه خودش در حقیقت ایره بفهمه و در داخل شرکت به کسی راپور نمیده، گزارش نمیده، به اون شکل برای استفاده خودش مورد استفاده قرار میگیره. و یا هم در بخش های تحصیلی کسی که برای خاطر آموزش، مثلا ما و شما میتونیم برای آسانی کار، چون مرجع رسمی نیستیم به کس گزارش بدیم، خب به ترتیب برای آسانی کار که بفتانیم مفاد و ضرر یک حساب را یک کمپانی مثلا مورد نظر بتانیم تصفیه کنیم یا حساب کنیم که مفاد کرده یا ضرر، ما میتونیم از شکل حسابی چی کار بگیریم و نتیجه حساب مفاد و ضرر خود را ترتیب بدیم. مثلا چی رقم؟ مثلا شما فرض کنیم که ما یک حساب یک چی داریم؟ یک چی اکاونت داریم که در سمت راست یا کردیت عواید شرکت را نوشته میکنیم، در سمت چپ هم مثلا در حقه چی میکنیم؟ مصارف شرکت را، چون به شکل چی آمده به ترتیب نوشته میکنیم حساب مفاد و ضرر. مفاد و ضرر یعنی بسیار ساده، حساب مفاد و ضرر، سمت چپ مصارف و سمت راست هم عواید شرکت. هر قدر عواید داشت، یعنی در حقیقت درآمد شرکت بود، فروشات شرکت یا هر چی که بود به دست آورده بود سمت راست، و هر قدر مصرف کرده بود سمت چپ، هر دوش نتیجه سمت راست و چپ را هم دیگر تفاوت تفریق میکنیم و در هر سمت کم بود او سمت نوشته میکنیم. البته ایران با تفاوتی که ممکن است اقلام دیبیتی و کردیتی باشد، نموتر که شما در سلایت هم میبینین ما در اونجا هم شکل حسابی مفاد ضرر ترتیب شده و ما میشه در تخته هم به نحوی او را رسم کنیم و همون تفاوت هایش را در اینجا هم نشان بدیم. مثلا عواید فروش، عواید فروش یعنی ما فروشات داشتیم، عاید به دست آوردیم، کلا سمت راست نوشته میکنیم. مجموعا مثلا حساب لیجر را کلا عواید فروشات جمع شده $1,500 شده، مثلا یا خانی درست فروشات ما. عواید کمیشن، عواید کمیشن به معنی که البته عواید فروش بود، عواید کمیشن است. عواید کمیشن یعنی چی؟ عواید کمیشن به معنی ما خوب گفتیم که یک شرکت فروشات خود را مثلا قلم مارکر فروش میکنه، فروشات از قلم مارکر به دست میاره مستقیم، و یک عواید کمیشن است به مثلا در یک جای کمیشن کاری کرده، که اینا در حقیقت عواید است که عواید غیر عملیاتی ما براش میگیم دیگه، چون به اهداف های فرعی شرکت به دست اومده. مثلا در یک جای یک کس را کمک کرده، در حقیقت یک فروش در یک جای انجام داده، در حقیقت یا کمیشن کاری کرده و کمیشن را من حیث عاید به دست آورده، بنابراین $600 درست؟
اواید کمیشن. به می ترتیب اواید فیس، بعضی فیس مثلا جمع آوری کرده، فیس هایی که ممکن است به ارتباط مثلا موتر باشد، مثلا پارکینگ موتر، یک پارکینگ داشته شرکت، در حقیقت از اون پارکینگ را در اختیار مردم دیگر قرار گرفته و از اون طریق فیس جمع کرده. بنابراین فیس های مثلا که به دست میاره کلا جمع شده مثلا $850، اینا هم چی هست؟ کلا عواید شرکت است. به می ترتیب دیگه عواید فرضاً نداره شرکت. مصارف شرکت چی شده؟ مصارف شرکت مثلا مصارف ترمیم است، موتورا ترمیم شده، ترمیمی مصارف ترمیم شده مثلا $200، 200 مصارف ترمیم شده در سمت چپ. دیگه مثلا مصارف کرایه موتور یا کرایه در حقیقت تعمیر یا هر چی که هست شده $240، $240 هم کرایه داده. و به می ترتیب مصارف مزد و معاش، مزد و معاش پرداخته شرکت در حقیقت این هم شده $1,500، $1,500. و فرسایشات هم شده، فرسایشات در حقیقت اما چیست؟ دپرسیشن استهلاک یا فرسایش که شده هم $220، $220 هم استهلاک یا فرسایش شده. مصارف برق، بیل برق که پرداخته، بیل برق شرکت شده مثلا $140، $140. خب به می ترتیب مصارف اشتهارات مصارف تبلیغات را میگه یا ادورتایزمنت، تبلیغاتی که صورت برای تبلیغات پرداخته، اشتهارات مثلا شده $300. خب اینا اگر ما کلا این را جمع کنیم سمت چپ که جمع شده در اینجا مثلا شده 2600. خب 2600 شما ببینید، 2600 ما به خاطر از اینکه در ویدیو هست توسط کالکولیتر یا ماشین حساب خود کامپیوتر استفاده کنیم که شما هم ببینین 200 جمع 240 240 جمع 1500 جمع 1500 جمع 220 جمع 140 جمع 300. مجموعه ازی شد $2,600. خب عوایدش شده در حقیقت $1,500 جمع 600 میشه از $2,100 جمع 850 خب 2950 مجموع از این 2950 مجموع از این 2600. خود تفاوت بین از چه قدر میمونه؟ 950 منفی 2600 350. در حقیقت 350 چقدر این فایده کرده؟ چطور فایده؟ به خاطر از اینکه عواید ما شده 2950، مصارف شده 2600، بنابراین مصرفش به اندازه $350 کمتر است از این. بنابراین وقتی که مصارف از این کمتر باشد، ما این 2350 را میتونیم در این جمع نوشته کنیم یا میتونیم در این جمع نوشته کنیم. به خاطر از این در طرف راست نوشته میکنیم که این از جمله اقلام کردیتی هست، بلان این در بیلانس در حساب مفاد و ضرر در سمت کردیتی شرکت ثبت میشه، بلان تفاوتش نوشته میکنیم 350
$50 $350 بنابراین اینی تفاوت انتقال پیدا میکنه در حساب در بیلانس آزمایشی و یا هم میره در حساب مفاد و ضرر به این ترتیب $350 در حقیقت چی شد این شرکت فایده کرد پس اینی نوع چرا گزارش دهی چه حساب مفاد و ضرر ما به نام شکل حسابی یا شکل چی اکاون حساب مفاد و ضرر هم میگیم که این در حقیقت برای سنجش آسانی کار محاسبین از این استفاده میکنه و نتیجهش بسیار عواید و مصارف در مقابل همدیگه قرار میگیره و تفاوتش حتما چی هست نفاد است دیگه اینجا در حقیقت مصارف عملیاتی غیر عملیاتی و موضوعات دیگه مصارف اداری و ایناس همدیگه تفکیک نشده به ترتیب کلا مصارف از عواید تفریق شده نتیجهش یا مفاد است یا هم ضرر شرکت‌ها در داخل میتونه محاسبه نزی استفاده کنه ولی ما نوع دوم شکل راپوردهی ما شما گفتیم که راپوردهی زیاد مهم است به خاطر از اینکه این نوع شکل راپوردهی شرکت‌ها تهیه میکنه به خاطر گزارشاتی که ممکن است به سطح بالایی منیجرای شرکت روان کنه و یا هم که ممکن است در دسترس عموم استفاده کنندگان قرار بده این یک فرمت خاص خود داره که این فرمت خاص را ما شما در ویدیو شما ببینین ما این را گنجانیدیم و میتون مشخص با جزئیات هر بخشش را ما اینجا بیان میکنیم به صورت خلاصه ببینین شرکت سهامی افغان عنوانش است نام شرکت است بعد حساب مفاد و ضرر در حقیقت امو نامی از این راپور است و در حمل 1397 هم تاریخ یا تایپ شد این مهم است چرا که راپور و می شکل در نام و نام شرکت نام راپور و تاریخش این از اهمیت خواست که در بیلانس شیت هم ما را بیان کردیم یک موضوع دوم اینال عواید باید باشد در مقابل مصارف عواید شرکت در این شما ببینید یک فروشات غیر خالص است یا گراس سلز بعد اما مستردی هایی که ما در درس اول گفتیم مستردی فروشات شما فروش کردین مشتری جنستان را به نظر به نواقص مسترد کرده یعنی ما فروش خالص را باید پیدا کنیم فروش غیر خالص مستردی ها را تفریق میکنیم فروش خالص به دست میاد خب نتیجهش همینجا نوشته کردیم درست میشه بعد از مصارف عواید یا فروش خالص که عواید فروش بود بعد ما اینال کاست اف گورسولز یا مصاریف هم به فروش رسیده را باید حساب کنیم که توسط یک فرمول خاص حساب میشد که موجود اول گدام جمع در حقیقت خریداری های خالص منفی موجود اخیر گدام که اینجا به مت ترتیب گزارش داده شده مثلا بیگینینگ اینونتوری ذخایر در شروع دوره جمع پرچاسس یا خریداری ها منفی مصارف ترانسپورت جمع میشه البته دایرکت لیبر یا کار مستقیم هم که ما گفتیم مثلا برای تولید از مارکر ما نیروی کار مستقیم استخدام کردیم این را هم در حقیقت همراهش جمع میکنیم بعد این چی میشه خرید خالص بعد از او اندینگ اینونتوری را هم لیست یا منفی میکنیم ذخایر آخر دوره از تفاوت از یا مصارف هم به فروش رسیده پیدا میشه که ما او را میشه در ستون آخر اینجوری حساب کنیم اینا علمی مصارف هم به فروش رسیده را اگر ما از فروشات خالص تفریق کنیم نتیجهش مفاد چی میمونه گراس با مفاد غیر خالص یا مفاد ناخالص اینا از این مفاد ناخالص ما اکسپنسز یا مصارف را که در درس قبلی هم باهاش یادآوری کردیم ما باید چیکار کنیم تفریق کنیم اکسپنسز یا مصارف یا یک چیزی که به صورت در حقیقت غیر مستقیم ما و شما او را داریم اینجا مثلا مصارف ادورتایزینگ یا اشتهارات یا تبلیغات بعد دبت به معنا قروض غیر قابل حصول یک تعداد قرضه ها داریم که ما او را نمیتونیم اصلا به دست بیاریم یا او نفر فوت کرده یا مثلا اصلا امکانی به دست آوردن از او نیست ما او را من حیث یک مصرف فعالی دیگه بیخی در نظر گرفتیم کمیشن ها هست درست ما کمیشن پرداخت میکنیم من حیث یک مصرف فرسایشات است که فرسایش را هم ما مثلا باید تفریق کنیم مصرف است بیمه هست ما شرکت خود را بیمه کردیم و دیگه حفظ و مراقبت و کرایه و اینا را کلا تفریق میکنیم دست مزد و باز مجموعه مصارف میشه اینا هم تفریق کردیم اینجا نوشته میشه بعد از این انمی مصارفات را کلا اگر از ما مفاد ناخالص تفریق کنیم ما میشه مفاد عملیاتی به دست بیاریم مفاد عملیاتی
بعد از مفاد عملیاتی ما اگر سایر مفاد و یا خساره اگر بود او را جمع و یا تفریق میکنیم. اگر شرکت ضرر کرده بود در گونان چی و یا اگر فایده کرده بود او را هم باش تفریق میکنیم. بعد خساره از درک فروش دارایی ها، مثلا شما مثلا موتر داشتین 10000 دلار خریده بودین، حالا به نظر به قیمت بازار 8000 باید بفروشین، 2000 ضرر کردین، بنابراین این را هم در اینجا تفریق میکنین. بعد حاصل ربح در حقیقت اگر شما سود از کسی به دست آورده بودین، مثلا به کسی قرض داده بودین سود هم به دست آورده بودین، اون همراهش جمع میکنین، مجموع سایر مفاد هم میشه، بالاخره اینا رو کلا تفریق میکنین مصارفاتتان را، در نتیجه مفاد و یا ضرر به دست میآید. بنابراین نیت اینکم یا لاسس به بی ترتیب به دست میآید. خب ما خلاصه کنیم درس خود را که ما راپورها را بر دو شکل میتونیم تشکیل بدیم، یک حساب تی درست که شما پیش دوخ میبینین و یک شکل راپوردهی هست که شکل راپوردهیشه در حقیقت بسیار باید با جزئیات دیگه میستی که ما در سلاید دیدیم توسط تنظیمی فرمت شرکت ها جور میکنه و راپورهای خود را گزارش میده. خب ما تا ویدیوی بعدی شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد و موفق و خرم و سرفراز باشید. ممنون. الله تعالی.